به نام خدا و با سلام خدمت همه شما عزیزان همراه در جلسه 13 از سری دوره آموزشی رایگان تریگر پرایس اکشن تحت عنوان مقدمی بر عرضه و تقاضا در خدمتون هستیم. جا داره قبل از ورود به مبحث آموزشی یادی داشته باشیم از هموطنان عزیزمون در کرمانشاه، مردان و زنان غیوری که حادثه دیدند و از خداوند بزرگ درخواست میکنیم به ما اون همتی رو بده که بتونیم حداقل مرهمی بر زخم‌های بازماندگان باشیم تا در این روزهای سرد پیش رو از حداقل امکانات برای زندگی بتونن برخوردار باشند. وارد مبحث جلسه 13 میشیم و مطابق معمول ورود به چارت در متاتریدر و ادامه مبحث در خصوص مقدمی بر عرضه و تقاضا. و اما برای وارد شدن به مبحث شاید لازم باشه یه یادآوری از گذشته داشته باشیم و همونطور که همه شما دوستان و عزیزان بهتر میدونید ما تحلیل تکنیکال رو به دو دسته تحلیل تکنیکال کلاسیک و تحلیل تکنیکال پرایسی تقسیم بندی کردیم. تحلیل تکنیکال کلاسیک تمرکزش روی سطوح حمایت و مقاومت ها هستش و تحلیل پرایسی رو دو بخش کردیم. یک بخش تحلیل پرایسی که شما خیلی بهتر اونو میشناسید و توی سرچ هایی که در واقع انجام دادید شاید با اسامی خیلی از آقایون برخور کرده باشید و حتما خیلیاتون آلفونسو رو میشناسید، البروکس رو میشناسید، ایفو میشناسید، بعد دیگه نمیدونم مثلا نیال فولر رو میشناسید، بعد لنس رو میشناسید و خیلی های دیگه که به هر حال شاید الان حضور ذهن نداشته باشم ازشون نام ببرم توی این بازار هستن که به عنوان پرایس اکشن کار معروفن. اینها به نظر شخص من پرایسی که کار میکنن در واقع باید بگیم که تحلیل تکنیکال کلاسیک کار میکنن، اما یک ورژن بالاتر از تحلیل کلاسیک در حالت عادی هستش و اون چیزی که به عنوان پرایس مطرح میشه و مطرح هستش به نظر شخص بنده پرایس دیدگاه حرکتی و ذهنیتی مارکت هستش و پرایس اکشن واقعی در واقع روانشناسی و اون بُعد روانشناسی قضیه رو زیر نظر داره. خیلی ها سعی کردن که بیان و پرایس اکشن از بُعد روانشناسی بررسی کنن، متاسفانه از اونور جوب افتادن به نظر من و الان من اگه بخوام مثلا کتاباشون رو نگاه کنم میگم که این شخص بیشتر به جای اینکه پرایس اکشن کار باشه داره روانشناسی بازار رو صحبت میکنه و توضیح میده و یک رشته بسیار باریکی از نظر من وجود داره که حد فاصل بین این قسمت ها هستش. اما ما در ادامه کار میخوایم به کجا برسیم؟ سعی میکنیم که پرایس اکشن رو در حالت الگویی و در حالت چارت پترنی بررسی کنیم و بعد از اون تا حدودی بریم به سمت ذهنیت قیمت و به سمت جریان سفارشات. البته کار سختی هستش و رسیدن به یک نقطه‌ای که مد نظرمون هستش و بخوایم همه ماها برسیم به اونجا که بتونیم نواحی عرضه و تقاضا و به عبارتی شاید مثلا خیلی از شماها که مطالعه میکنید میگن که مناطق عرضه و تقاضا مثلا مناطقی هستن که در اونجا سفارش جامانده وجود داره. این خودش به ذاتش در واقع بازار فارکس شاید
یه مقدار بعید باشه، مثلا شما یک سطح عرضه و تقاضای مانسلی دارید و شاید 2 سال 3 سال طول بکشه تا قیمت بخواد به اون سطح برگرده، آیا سرمایه گذار اونقدر ببخشید بیکار و شرمنده هم که این لغت ها رو استفاده میکنم علاف هستش که مثلا چندین سال سفارشش اونجا نگه داره تا اینکه مثلا بخواد بزک نمیر بهار بیاد و کمبوزه با خیار بیاد بشه و روزی روزگاری مثلا بازار برگرد اونجا و اونجا سفارش جامانده باشه که بخواد اون اردرهای جامانده رو بیاد فعال کنه و مجددن ما مثلا در یک ناحیه ساپلای شاهد مثلا ریزش قیمت باشیم. مطمئنن اینجوری نیستش و منظور وجود ذهنیت در اون منطقه هستش که میاد و سطوح کلاسیک و از سطوح پرایسی جدا میکنه. ما از این به بعد به همه سطوح پرایسی که معرفی میکنیم که در واقع زیر گروهشون حالا عرض و تقاضا همه اینا هستش به عنوان گره‌های معاملاتی ازش یاد میکنیم و هر جایی که میگیم یک گره معاملاتی وجود داره یعنی اینکه یک سطح عرض و تقاضا هستش. و فرقی که در واقع بین سطوح کلاسیک حمایت و مقاومت از نظر دیدگاه برای ما وجود داره و عرضه و تقاضا این هستش که ما اعتقاد داریم سطوح حمایت و مقاومت باید بایکوت بشه، باید شکسته بشه، اما سطوح عرضه و تقاضا یا گره‌های معاملاتی ما احتیاج دارن که کلین بریکوت بشن، سی او بشن. و یا به عبارتی خیلی بهتر از این به بعد شاید بعضی از اصطلاحاتی که استفاده می‌کنیم مربوط باشه به RTM، سبک RTM. و چون خیلی راحت هستش و خیلی از دوستایی که در گروه و کانال هستن و باشون ارتباط داریم با این دیدگاه آشنا هستن، بنابراین از این واژه ها حتما کمک میگیریم و از اون دیدگاه هم حتما استفاده خواهیم کرد. پس بنابراین سطوح گره های معاملاتی ما، سطوح پرایس اکشنی ما باید اینگلف بشن. دوستانی که تازه کار هستن دقت کنن، اینگلف شدن به معنی نفوذ در سطح هستش و با اینگلفینگ و اون پترن الگویی که در واقع الگوی کندل اینگلفینگ پوشش دهنده با همدیگه متفاوت هستش. و اینکه میایم میگیم یک سطح اینگلف شده، منظور نفوذ قیمت در انتهایی ترین لول اون سطح هستش. یعنی اگه اینجا ما یک حرکت نزولی و یک گره معاملاتی و حرکت نزولی بعدی رو داشته باشیم که حالا در موردشون در آینده حتما بیشتر صحبت خواهیم کرد، زمانی که قیمت بیاد و 1000 پپ هم شما در نظر بگیرید در این سطح نفوذ کنه، این سطح اینگلف شده. اینو در نظر داشته باشید که ورود به ناحیه برای ما اینگلف محسوب نمیشه و بیشتر سطوح معاملاتی به ما دیدگاه میدن، دیدگاه حرکتی آینده میدن. و انشالله در مورد حالا الگوها، پترنها و اون ساختارهایی که تشکیل میشن تا ما به یک سطح عرضه و تقاضا بگیم بیشتر صحبت میکنیم. به خاطر همین فکر میکنم که باز یک برگشتی داشته باشیم به تقسیم بندی روندها. و اگه خاطرتون باشه ما روندها رو اومدیم تقسیم کردیم، گفتیم یک روند شامل سوینگ ها میشه، بعد از سوینگ که جزء کوچکترش در واقع میشد لگ ها و جزء کوچکتر لگ ها به نوعی حالا میشد پول بک ها که پول بک ها خودش هم میتونست در واقع یک لگ باشه. اون چیزی که برای ما مهم هستش، من به عنوان پرایس اکشن کار از این به بعد دنبالش هستیم، ما دیگه احتیاجی به روند به حالت کلاسیک که این که بیاد یک لو بزنه، نمیدونم یک های بالاتر بزنه، یک لو پایین تر بزنه، به این روند بیشتر در واقع به عنوان این نگاه میکنیم که به ما سطوح میده. یعنی خط روند رو بهش اعتقاد داریم و خط کانال رو بهش اعتقاد داریم به عنوان یک لول، اما دیگه روند به معنای کلاسیک دنبالش نیستیم. و برای ما همونطور که قبلا گفتم سطوح در واقع عرضه و تقاضا، سطوح حمایت و مقاومت به عنوان روند محسوب میشن. رسیدن به یک سطح، نفوذ در اون سطح، شکست در اون سطح، برگشت از اون سطح و اینکه بازار چگونه به اون سطح رسیده باشه برای ما حکم روند رو داره. و از این به بعد دنبال این هستیم که بیایم و
لگهای حرکتی رو پیدا کنیم. برای اینکه بخوایم بیایم لگهای حرکتی رو پیدا کنیم و دنبال جاهایی باشیم که بازار مومنتوم داشته باشه، بازار ورودی داشته باشه که بیشتر از حد نرمال باشه، چون اصل عرضه و تقاضایی که داریم در موردش صحبت میکنیم، شما این چارت رو الان روبروتون قرار بدید، مطمئنن در تیک به تیک این بازار هم عرضه وجود داشته هم تقاضا وجود داشته. اون مسئله که باعث میشه ما یک سطح رو به عنوان سطح عرضه در نظر بگیریم، باید یک سری وجه تمایزی داشته باشه نسبت به سایر نقاط بازار، سایر قیمت‌های بازار، سایر سطوحی که در واقع توی بازار به عنوان حمایت و مقاومت وجود داره. انشالله میریم و دونه دونه این مسائل رو با همدیگه بررسی میکنیم. توی حالا شاید میگم حضور ذهن نداشته باشم، به فرض مثال بگم که این سبک برای مثلا آقای سم سیدن هستش، یا این سبک برای آقای آلفونسو هستش، یا این سبک و مثلا به فرض مثال آقای البروکس مثلا ارائه داده، یا مثلا این نوع سطح و آقای لنس مثلا بر روش تمرکز کرده. بنابراین بدون این که بخوایم به اسم اشخاصی که در واقع این دیدگاه رو دارن اشاره کنیم، در مورد انواع سطوحی که ایجاد سطح عرضه و تقاضا میکنن انشالله یه مروری خواهیم داشت. و اما برگشت مجدد به سطوح عرضه و تقاضا، گفتیم که ما دنبال لگهای حرکتی هستیم و همونطور که خودتونم بهتر میدونید طبق تعریفی که ارائه کردیم، لگ حرکتی برای ما حرکت از یک پیوت تا پیوت دیگه در بازی زمانی که حرکتی که وجود داره میتونه یک حرکت کند باشه، یعنی حالت پول بک داشته باشه. حالا انشالله در مورد سی پی ها در آینده صحبت خواهیم کرد. میتونه این حرکت حرکتی با حالت مومنتوم باشه، میتونه حرکت شارپ باشه و در واقع حرکت قوی باشه، و میتونه یک حرکت شارپ و به صورت پل حرکت کنه. اون چیزی که برای ما به عنوان لگ مطرح هستش، حرکت از یک پیوت تا پیوت دیگه که در بین راه پیوت دیگه‌ای تشکیل نشده باشه. و حالا این دسته‌بندی رو اگه بخوام انجام بدیم، من با اجازه شما برم یه سر به فایل، اگه بتونم اینجا دم دست داشته باشم، 5 سال در واقع ترید ساپلای اند دمند حضرت سم سیدن بزنیم. همه دوستان فکر میکنم اونایی که توی گروه هستن این فایل رو دیدن و حتما باش آشنایی دارن. و دسته‌بندی که در واقع انجام شده برای سطوح عرضه و تقاضا این هستش که یک حرکت ریزشی داریم، ریزشی که در واقع کندلا توی دل هم دیگه هستن، در آینده سی پی های ما که پیوت هایی که تشکیل میدن و پیوت ها نمیتونن از هم دیگه جدا بشن. ببین یک لگ، اما یک لگ حرکتی ضعیفه که بعدن به عنوان کمپرس ها و سی پی ها ازش یاد میشه. یک حرکت قوی داریم به عنوان این لگ حرکت قوی، در واقع به ما سطح عرض و تقاضا میده و میبینید که هیچ گونه کندل مخالفی در واقع شما نمیبینید، اما کندل ها همچنان هم پوشانی دارن. و یک حرکتی که عرض و تقاضای قوی به ما میده، اون چیزی که ما بیشتر به دنبالش هستیم، نوع اول در واقع این حرکت ضعیف و حرکت قوی هسته. چرا میگم که ما به دنبالش هستیم؟ چون خیلی از این آقایون اعتقادی ندارن که یک حرکت سی پی و یک حرکت کمپرس هم میتونه بیاد و سطوح عرض تقاضا به ما بده. ما این دیدگاه رو نداریم و از حرکت های کمپرس و حرکت های سی پی هم به عنوان سطوح عرض و تقاضا استفاده میکنیم. همونطور که میبینید یک ریزش شارپ به ما سطح ساپلای میده و یک حرکت صعودی به ما یک سطح دمند میده. اینجوری که در واقع مشخص هستش منشأ حرکت رو به عنوان سطح در نظر گرفته، چون حرکت صعودی که بخواد به ما ناحیه تقاضا بده، یعنی اینکه ناحیه تقاضا در واقع در کف و
این سطح منشأ حرکت به عنوان ناحیه عرضه و تقاضا هستش. این یکی در واقع از دیدگاه ها. اما دیدگاه های دیگه هم وجود داره، مثل الان دقیقا حضور ذهن ندارم ولی فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، حالا اگر اشتباه کردم که انشالله دوستان تذکر میدن ادمین ها و در گروه مجددا اصلاح میکنیم، ولی فکر میکنم برای آلفونسو باشه که ایشون در واقع دیدگاهی که دارن به این حالت هستش که یک حرکت سعودی که داریم میایم سطح سعودی رو انتخاب میکنیم، یعنی قله ها رو انتخاب میکنیم به عنوان سطح سپلای اندمن، که الان توی متا برم اونجا خط خطی کردم برای من راحت تر هستش، اونجا میریم و این بحث دومو با همدیگه یه مروری داریم، دوباره مجددا برمیگردیم به بحث عرض و تقاضا از دیدگاه سمسیده. خب برگردیم به متا که گفتیم و اینکه برای پیدا کردن یک ناحیه عرضه شما احتیاج دارید در این سبکی که دارم میگم. دوستان توجه کنم، من راجع به انواع دیدگاه هایی که حالا دیدم و یا شنیدم صحبت میکنیم و در آخر انشالله میگیم که ما از ترکیب اینا چه استفاده ای داریم. پس بنابراین یک حرکت سعودی شارپ و یک حرکت سعودی که با مومنتوم هستش، حرکت سعودی که حرکت های نویز کمی داره و بعدش در واقع بعد از این حرکت سعودی، یعنی ما احتیاج داریم به یک حرکت سعودی و بعد از اون حرکت نزولی. این حرکت سعودی که داریم میایم اگر این نزولی که داشته باشه آخرین کندل سعودی رو مشخص میکنیم، قبل از این ریزش در واقع آخرین کندل نزولی رو مشخص میکنیم، یک خط از اوپن کندل آخرین کندل سعودی و یک خط هم از های کندل سعودی. من یه باکس بکشم با اجازه شما اینجا، این هم از اوپن و های. بنابراین این ناحیه و این سطحی که از این طریق میاد مشخص میشه از اوپن و های آخرین کندل سعودی در یک مسیر سعودی میاد به ما ناحیه عرضه میده. ببینید برای پیدا کردن ناحیه عرضه در این روش به حرکت سعودی در واقع اشاره میکنن و اتکاشون روی حرکت سعودی هستش. یعنی شما وقتی یک حرکت نزولی دارید، آخرین کندلی که نزولی هستش اوپن و لوش رو مشخص میکنید، یعنی کل این ناحیه رو به عنوان یه ناحیه تقاضا مطرح میکنن و این شادو رو دیگه لحاظ نمیکنن. و مثلا الان بخوام بیام ببینیم که این بازار توی همین ناحیه که اینجا واکنش شارپ داده از کجا اومده و این واکنش شارپ رو اتفاق افتاده، بریم عقبتر ببینیم که ببینید یک سطح یک ریزش داریم، ریزشی که آخرین کندل ما نزولی از لو و از اوپن آخرین کندل نزولی در این دیدگاه و این هم واکنشی که به این سطح داشتیم و در ادامه نفوذ حالا و شکست که انشالله در آینده در موردش صحبت خواهیم کرد. اما من این دوتا خط بالایی رو دلیت کنم و برگردیم به سطحی که در واقع از قبل داشتیم، یک حرکتی که مومنتوم داشته، حرکتی که شارپ بوده. ببینید من مدام دارم این موضوع رو تاکید و تکرار میکنم، یکی از شرطهای تشخیص سطوح عرضه و تقاضا که در اکثر دیدگاه ها بهش اشاره شده وجود یک حرکت شارپ و با مومنتوم هستش و درجا زدن و برگشت شارپ. بنابراین خب الان اینجا ما یک اگه این لانگ بار که اگه نه حتما هستش و یه سطح هیدن گپ هم داریم که پرشین گلفمون بود و انتظار داشتیم که بازار بیاد و ببین من همینجور حدودی کشیدم. الان فردا دوستان میان توی گروه میگن چرا اینو مثلا از کندل قبل استفاده نکردی، اینو از کندل بعد استفاده نکردی و چرا مثلا چه میگم اینقدر دقیق نیومدید و مشخص نکردید، یا اینو از این سوینگ استفاده نکردی و این یکی رو از این سوینگ استفاده نکردی. به هر حال توی همین محدوده پرشین گلف و سطحی که بازار در چمپ پیش اومده و واکنش داشته و متاسفانه حالا اگه بخوایم اون دقتی که حالا میگم
داشته باشیم دقیقا تو این مرکز نیستش. علتش هم این هستش که ما اینو باید بریم در تایم فریم M1 و اون گره معاملاتی که در این نواحی هستش پیدا کنیم، مطمئنا اومده تاچ کرده و رفته بالا. خب اما بحثمون یک حرکت ریزش شارپ، آخرین کندلی که داشتیم توی این مسیر قبل از این که حرکت صعودی شروع بشه، آخرین کندلمون نزولیش این کندله و میایم اوپن و لو. ببینید اینجا یک کندل نزولی داریم که لوش بیرون زده، اینا رو جزء نویز حساب میکنن در این سبک و زیاد بهش اهمیت نمیدن، بنابراین یک ناحیه اینجا دارن که بازار در آینده وقتی اومده به ناحیه رسیده، ناحیه‌ای که جزء نواحی جزء ساختارهای عرضه و تقاضا بوده و گره معاملاتی به ما داده و شاهد حرکت شارپ و حرکت صعودی که بودیم، بازار رسیده و بعد از یه مکسی حرکت کرده. این که میگیم بعد از یه مکسی حرکت کرده، این خودش هم در واقع توی دیدگاه‌های مختلف با هم دیگه فرق میکنه. خیلی از آقایون اعتقاد دارن که بازار باید شارپ حرکت صعودی داشته باشه و شارپ حرکت نزولی داشته باشه، یعنی سطحی که حرکت شارپ صعودی و شارپ نزولی داشته باشه فقط همین نوع حالت خاص هستش که به ما اگر این قله مثلا صعودی باشه به ما یک ناحیه عرضه میده و اگر این حالت به صورت مثلا همین حالت شارپ نزولی و بعد شارپ صعودی باشه به ما ناحیه تقاضا میده. این در یک دیدگاه هستش که فقط همینو میان و بهش اتکا میکنن، اما خیلی از جاهای دیگه شما وقتی میرید و نگاه میکنید و یه سرچی مثلا انجام بدید برای عرض و تقاضا، میبینید که خیلی اعتقاد دارن که بعد از حرکت ریزش شارپ میتونه بازار یک مقدار درجا بزنه و حرکت کنه. این درجا زدن به نوعی همون مبحث SO4 ها بود، اگه خاطرتون باشه که ما سطح داشتیم و بازار با قدرت به سطح میرسید، حرکتی داشت که به صورت در واقع حرکت CP در امتداد بود و میریخت، یا اینکه حرکت شارپی عذرخواهی میکنم ببخشید حرکت شارپی داشتیم که می اومد و درجا زدنی داشت که خلاف حرکت اصلی بود و بعد از این درجا زدن بعد از این CP حرکت ریزش شارپ داشتیم، و یا اینکه حرکت شارپ صعودی و نزولی داشتیم، و یکی هم بود که در واقع به صورت دبل تاپ دبل باتم و اینجا به صورت ساید بود و اول بالا میره پایین میره، و اون درجه زدن ها SO4 هایی که به هر حال قبلا در موردش مفصل صحبت کردیم، یکی از انواع الگوهای مطرح در پرایس اکشن هستش که به ما سطوح عرضه و تقاضا میده، و این سطح برای ما معروف به سطح رالی بیس درابی که انجام میشه، یا دراپ بیس رالی که انجام میشه، یک سطح کپساین پرایس به ما میده. و نمونه خیلی حالا شماتیکش رو من الان فکر میکنم توی همین فایلی که برای آقای سمسیدن هستش بتونم پیدا کنم و خدمت شما به صورت شماتیک ارائه بدم. و اما فایلی که خدمت شما عرض کردم، این خوشتیپی که اینجا میبینید و برای سال 2011 6-7 سال پیش، این حضرت سمسیدن هستش که دوستان این همه این فایل ها، همه این داکیومنت ها، همه در واقع مطالبی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم تا اونجایی که جا داشته در گروه آرشیومون آپلود کردیم، همشون در دسترس همه هستش و با یه سرچ ساده هم معمولا میتونید پیدا کنید. و به هر حال بریم ببینیم که حرکتی که در واقع مطرح هستش و در موردش اشاره کردیم، یک حرکت رالی و یک درجا زدن که تشکیل بیس میده برای ما در آینده، و حالا به عنوان ساپلای زون اینجا مطرح شده، این جزء بیس های ما هستش یا همون ساپلای زون، هیچ فرقی نمی کنه که اوپن کندل
و البته ایشون های کل مجموعه رو در نظر گرفتن توی اون سبکی که خدمت شما الان گفتیم، های همین کندل مطرح هستش و بقیه جزء نویز هستش، و بعد از این بیس یا ساپلای زون ما یک حرکت دراپ داریم، در واقع رالی بیس دراپ، یکی از الگوهایی هستش که انشالله در آینده در موردش زیاد صحبت خواهیم کرد. و اون چیزی که برای ما مطرح هستش، بنابراین توی برگردیم به چارت و شرط هایی که دستبندی کنیم یواش یواش با هم دیگه، وجود یک حرکت رالی یا وجود یک حرکت دراپ، حرکت دراپ و رالی ما که باید جز لگ های حرکتی باشه، یعنی توی اون فایل 5 سالی که اومدیم و در موردش صحبت کردیم، فعلا ما دنبال حرکت هایی هستیم که شارپ باشه، با مومنتوم باشه، و این حرکت های شارپ و مومنتوم به ما سطویی که میدن در اون موقع. خوبی کار این هستش که شما نگاه کنید، اولین موضوع برای یه تریدر خب شاید بعد از اون وین ریت ریسک به ریوارد باشه. حالا بعضی ها مقدم میدن میگن ریسک به ریوارد اهمیتش بیشتر از وین ریت هستش، حالا زیاد تو اون بحثا کاری فعلا نداریم. ببینید، یک حرکت ضعیف توی مارکت، حرکت ضعیفی که در واقع میاد و پیوت هایی که تشکیل میده، فاصله ای که میگیره از ناحیه خیلی کمه، و این حرکت قوی فاصله ای که از ناحیه گرفته، یعنی حرکت دراپی که داشتیم و این بیسی که اینجا تشکیل شده، بعدن حرکت رالی داشتیم که این حرکت رالی تقریبا متوسط بوده، پس میتونیم از این به بعد یکی از شرط هایی که میخوایم برای تشخیص سطوح عرضه و تقاضا لحاظ کنیم، وجود حرکت های رالی باشه یا حرکت های دراپ باشه، حرکت هایی که مومنتوم دارن و فاصله ایجاد میکنن. این فاصله ایجاد کردن روم توران ایجاد میکنه، این روم توران و فضای حرکتی خالی که ایجاد میشه به ما این قابلیت رو میده که بازار در دفعه بعدی که میخواد برگرده و به تارگت پیش رو برسه، به دره و قله هایی که در واقع داره ایجاد میکنه، ریسک به ریوارد های مناسبی ما میده. پس بنابراین فعلا جز اولین شرط های ما این هست که ما دنبال حرکت هایی باشیم که مومنتوم داشته باشه و جز حرکت های قوی باشه. البته در آینده حرکت های سی پی و حرکت های ضعیف هم به ما سطوح عرضه و تقاضا در دیدگاه ما میدن، که اینجا در واقع اون چیزی که اومده و جزئی از دلایلش بوده، وجود حرکت های شارپ برای ریسک به ریوارد های مناسب. و یا در بحث بعدی یکی دیگه از آیتم هایی که شما برای سطوح عرضه و تقاضا میاید لحاظ میکنید و بررسی میکنید، این هستش که باید تعداد دفعات برخورد به اون سطح خیلی کم باشه، و این تعداد دفعات برخورد در فاصله های زمانی در واقع اتفاق افتاده باشه که فاصله داشته باشه. یعنی شما دو تا آیتم رو برای سطح عرضه تقاضا حتما باید لحاظ کنید، یکی این که تعداد دفعات برخوردش کم باشه، تعداد دفعات برخوردی وجود نداشته باشه. حالا در آینده میبینید که این تعداد دفعات برخورد برای ما، ببینید این حرکت صعودی که اینجا اتفاق افتاده، من همینجا الان بهش اشاره کنم، به هر حال نفراتی، عده‌ای، گروهی، ذهنیتی اینجا وجود داشته که اومدن و وارد بازار شدن. اینا رو ما بهش میگیم آقازاده. آقازاده ها در این سطح وارد بازار میشن و اون سفارشات جاماندی که گفتیم که در واقع سفارش نیست و بیشتر میتونیم بگیم که دیدگاه هستش که وجود داره و پول علاف و هاتمانی و معتل ندارن که بخوام بیان یه سره از این چه میدونم عرض به اون عرض، از اونجا به اینجا یه سره جا به جا کنن، و اون دیدگاهی که وجود داره اینجا، برگشتی که اینجا وجود داره، این آقازاده ها و اینجا کسایی که از این لول جا موندن، یعنی جامانده ها اینجا میان و وارد بازار میشن، اینجایی که هیچ برخوردی نداره و در واقع فرست تایم بک هستش، این اولین برگشت قیمت به ناحیه‌ای که حرکت شارپ داره. اگر شما
توی این حالت بخوای در نظر بگیرید، یعنی جامانده ها اومدن و وارد بازار شدن و بازار رو حرکت دادن، اگر در دفعه بعد بازار میاد اینجا رو که دیگه واقعا ما بهش میگیم که خوابمانده ها، یعنی آقازاده ها، جامانده ها، خوابمانده ها و اون کسایی که اینجا دارن وارد بازار میشن، اینا دیگه وامانده هستن. مطمئن باشید تعداد دفعات برخورد همونجور که توی بحث ارزش گذاری ستو اگه خاطرتون باشه توی فکر میکنم جلسه سوم بود در خدمت شما بودیم، زمانی که تعداد دفعات برخورد به یک ناحیه عرضه و تقاضا زیاد میشه، ارزش این ناحیه زیادتر نمیشه. دوستان توجه داشته باشن، تعداد دفعات برخورد به یک ناحیه عرضه و تقاضا و گری معاملاتی از ارزش اون صد کم میکنه. یعنی سفارشاتی که اینجا وجود داشته وارد شدن و اینایی که اینجا دیدگاه بعدی دارن، اینجا دیدگاه بعدی، و هر چقدر این تعداد دفعات برخورد بیشتر بشه، اون موقع احتمال شکست شدن زیاد میشه، اون موقع احتمال اینکه دیگه اینجا به قول معروف اوردری وجود نداشته باشه، مخصوصا اگر در ناحیه نفوذ انجام بشه، اگر در ناحیه ترایسی ما این گلف انجام بشه، اون موقع دیگه اصلا نمیتونیم دیدگاه اینو داشته باشیم که قیمت بخواد بعد از چندین برخورد بیاد و از این سطح، بنابراین این جزء سطح ضعیف میشه و سطحی که دیگه وامانده ها وارد میشن، بنابراین دنبال جاهای بکر هستیم و تمام شرط هایی که داریم دونه دونه میگیم اگه حضور ذهن داشته باشیم انشالله میام دستبندی میکنیم و ببینیم که برای پیدا کردن یک سطح عرضه و تقاضا باید چه شرایطی رو لحاظ کنیم که فعلا یکی شده حرکت با مومنتوم و دیگری شده عدم تاچ شدن، در واقع اولین برگشت ها برای ما مهمه و عدم تاچ شدن زیاد از این سطح در واقع میاد اون ارزشش رو کم میکنه. فعلا این دوتا مورد تا انشالله ببینیم که دیگران در مورد سطح عرضه و تقاضا چه دیدگاهی دارن. و ما اینجا رو که زیاد خط خطی کردیم بریم یه عرض بغلتر، اگر اجازه بدید من این حساب کتابا و این ATR ها و محاسبات و پیدا کردن لول های عرضه و تقاضایی که در واقع با اعداد و محاسبات مشخص میشه رو دلیت کنم و انشالله اگه عمری باقی بود در آینده دور، البته اینو قول نمیدم، ولی اگه بتونم در خدمت شما خواهیم بود با پیدا کردن نواحی عرضه و تقاضا از طریق قیمت، از طریق محاسبات. متاسفانه من دیروز پریروز دیدم که در یک گروهی یک آقایی اومده، آقایی که میشناسم در گروه ما هم هستش و نمیدونم حالا چه علتی باعث شده بود که این کار رو انجام بده. من به خاطر یه موضوعی در یک گروهی در واقع جوین شدم و یکی از حضرات اومده بود میگفتش که من از طریق قیمت به مثلا یک سطحی رسیدم در شرایطی که این یکی رو من واقعا به جرئت میتونم بگم که محاسبه گام حرکتی از ATR رو به شخص خودم بهش رسیدم و هیچ جایی ندیدم، اگرم کسی در دنیا انجام داده باشه من ازش اطلاع ندارم و به هر حال کار همزمان بوده. و حالا ادعا میکردش که مثلا 1% قیمت جاری رو حساب کنن و الی آخر همون چیزی که حالا ما برای ATR حساب کردیم و گام های حرکتی رو ازش به دست آوردیم بگذاریم، قرار بود سعی کنیم که وارد حاشیه ها نشیم و ما گفتیم در اختیار همه هستش، اما عرضه و تقاضا. ببینید دوستان، یه موضوعی که در واقع برای شرط های عرضه و تقاضا، حالا تا الان گفتیم جزء مومنتوم ها و تعداد دفعات برخورد و اون حرکت های شارپی که وجود داره و روش تشخیصی که حالا طبق یکی از سبک ها عرض کردیم که مشخص میکنه، در یکی از دیدگاه هایی که میاد و عرضه و تقاضا رو در واقع بررسی میکنه، میگه که حرکتی که شروع شده، این حرکت شارپی که اینجا شروع شده، تا زمانی که نیاد و سطح پرایسی روبروش رو توش نفوذ انجام نده، اینو کلین بریکوت نکنه و سفارشات پیش روش رو جمع نکنه، این سطح پایین جزء سطوح
تقاضا محسوب نمیشه. یعنی حتی اگه ما بخوایم به فرض مثال یک حرکت شارپی داشته باشیم و بازار خودش به یک ناحیه برسونه و برگشت شارپی وجود داشته باشه، اگر این برگشت شارپ قادر نباشه، به فرض گره معاملاتی ما در این لول باشه، قادر نباشه خودشو به گره معاملاتی ما برسونه، بر این سطحی که اینجا داره انجام میشه جزء دمندهای ما محسوب نخواهد شد. بنابراین این هم یکی از دیدگاه ها هستش و ما هم در آینده خیلی ازش استفاده میکنیم و جزء اصول در واقع پیدا کردن هستش. یک بحث دیگه هم که در واقع توی شناسایی سطوح عرضه و تقاضا هستش، شکست شدن خط رونده. حتی توی مقالاتی که دوستان ترجمه میکنن و در گروه در اختیار شما هستش نگاه کنید و مطالعه حتما کردید، این هستش که جزء قوانین پیدا کردن مثلا یک ناحیه ساپلای در این سطح این هستش که این مومنتومی که وجود داره باید خط روند قبلیشو برکود کرده باشه و در اون شرایط هستش که ما میتونیم اون سطح و جزء ستون محسوب کنیم. ببین من همه دیدگاه‌هایی که وجود داره رو دارم بهش اشاره میکنم و در آینده حالا انشالله توی گروه تو مثال‌هایی که میزنیم خیلی راحت‌تر میتونیم بیایم و نشون بدیم که ما چی فکر میکنیم و چه جوری فکر میکنیم. همین الان شما خودتون دیدید که من حرکت شارپ نزولی رو در نظر گرفتم به عنوان سطح در واقع عرضه، سطحی که قبلش اصلا حرکت شارپ صعودی وجود نداشته. بنابراین این سطح هم میتونه یکی از سطوحی باشه که به ما ناحیه میده. اما دقت داشته باشید زمانی که حرکت سایده، حرکت سی پیه، حرکت فشرده هستش، تعداد نفرات بیشتری نسبت به حالتی که حرکت شارپ صعودی و شارپ نزولی داریم، اینجا تعداد نفرات کمتری فرصت میکنن و وارد بازار بشن. نسبت به کجا؟ نسبت به این که در این لولی که بازار داره سایده، داره درجا میزنه، البته این ساید بوده و یه الکیو بار داشته که حالا در آینده در مورد صحبت میکنیم، و اما این درجا زدن فرصت میده به خیلی از نفراتی که توی بازار هستن این فرصت رو داشته باشن تا در این ریزش مشارکت کنن. البته در این سایدها ما کپساین پرایس هم داریم، کلا گذاشتن سر قیمت یا حالا همون حرکت معکوس هم داریم که بازار میاد سی پی میشه، ساید میشه و اون واگرایی قیمت و زمان رو انجام میده مطابق با کلاسیک، ولی حرکتی که در واقع مد نظرمون هستش انجام نمیشه مطابق با کلاسیک. البته اونا هم انشالله سعی میکنیم که در آینده بهش برسیم و در موردشون صحبت کنیم. اما این لول هم برای ما یک لول پرایسی میده و این لول پرایسی جزء لول هایی که دیگه برای خواب مانده ها هستش. یعنی دیگه اینجا همه خواجه حافظ شیراز هم مثلا اینجا فهمید که باید سل کنه. یه سری ها که واقعا دیگه خواب موندن در این سطح و در این لول میان مجددا وارد بازار میشن. اونا کیا هستن که در این لول میان وارد بازار میشن؟ اونا اون افرادی هستن که این بازاری که میاد و ریتریس میکنه، میاد و این سطح پیوتی رو میبینه و بعد از این سطح پیوتی حرکت صعودی که داره شروع میکنه و خودشو به این ناحیه میرسونه، این بایرهایی که اینجا هستن احتیاج دارن که بیان اردراشون رو تسویه کنن و قسمتی از اردراشون رو خارج بشن. اون افرادی که خواب مونده بودن توی این سطح و وارد نشدن، این خواب مانده ها میان اینجا وارد میشن و باعث میشن که این بایرها بتونن پوزیشناشون رو نقد کنن و خارج بشن قسمتی رو، و این خارج شدن اینجا یک حرکت سی پی ایجاد میکنه و بعد از یک ریتریس میاد و این سطح رو میشکنه، که ما حتی این ریتریس و این برگشت رو با توجه به علمی که وجود داره و میدونیم که این فقط یک ریتریسه، خیلی از اوقات همین ریتریس هم میایم و وارد بازار میشیم و همین یک تیکر هم میایم ترید میکنیم. چون گام حرکتی اگه خاطرتون باشه، تارگت هایی که داشتیم، اگر این فاصله و این برگشت و این برگشتی که میخواد تا یه گره پشت سرش برگرده، مثلا تا این لول بخواد بیاد، تقریبا اینجاها
مثلا تا این لول بخواد برگشت داشته باشه، ریتریس داشته باشه، ما این ریتریس هم اگر ریسک به ریوارد مناسب داشته باشه اینم ترید میکنیم و یه سیبو میگم بندازیم هوا، هزار تا چرخ میزن تا زمین برسه و چه کسی میدونه شاید این از اینجا برنگشت و عمر رفت پایین، یه قسمت هم فری ریسک میکنیم و منتظر بمونیم، چون همونطور که خودتون میدونید اعتقاد بر این داریم که این بازار دو گروه سلر و بایر نداره و یه گروه هستن که گروه غالب هستن و اون گروه یک زمانی بایر هستن و یک زمانی سلر هستن، ما باید با اونها بیایم و هم جهت و هم صدا بشیم و وای به حالی زمانی که این بایرها دیدگاهشون عوض شده باشه، پوزیشنهاشون تموم شده باشه، همه را تسویه کرده باشن و یواش یواش دارن نشون میدن که به فرض مثال بازار میخواد همچنان سعودی باشه، اما دارن جمع میکنن که یک سل انجام بدن و ما بایشون همجهت نشیم و به خاطر همون ما وقتی پوزیشنامون رو مدیریت میکنیم دیگه دغدغه اینو نداریم که حالا این میخواد جهت عوض بشه یا نشه، یک سل به نهایتش بر میگرده و لول ورودمونم این پایین بود دیگه تقریبا اینجاها و یا این سطح، هیچ فرقی نمیکنه. ببینیم این سطح در کجا وجود داره، سطحی که بعد از ببینید یک حرکت شارف و یک پول بک، یک شکست، یک گریه معاملاتی و توی فورکست ها هم اگه تشریف ببرید و ببینید لولی بوده که ما در این لول دنبال یک حرکت صعودی بودیم. چقدر اینجا شلوغ شد، ببخشید من اینو مجددا پاک کنم و برگردیم به یک چارت پاک و سالم و در خدمت شما باشیم. خب قبل از اینکه برگردیم به تایم های پایین تر تا همینجا که هستیم، همونطور که خودتون بهتر میدونید یک مسیر نزولی داشتیم، حداقل تعداد سه کندل در یک راستا و ظاهرن که این کندل، کندل قرمزی که وجود داشته کندل مستر باید باشه، طول کندل 30 پپ، برای اینجا 26 پپ و 80% سی پپ که متاسفانه مستر کندل نیست و اگه این مستر کندل بود که البته الان میتونیم یه خط سی پپ بندازیم از لو تا ببینید تقریبا همین نواحی و اینگلفینگ شدن در واقع پوشش کامل محدوده خط فرضی ما و تشکیل یک پیوتی که انتظار داریم بازار در، چون توی تایم یک ساعته باشه دیلی این اتفاق نیفتاده، در تایم چهار ساعته، پس بنابراین باید بریم توی یک روبه، بنابراین در یک روبه انتظار داریم که بازار برگرده به سطح FTC ما. سطح FTC ما تقریبا همین گریه معاملاتی که در این ناحیه داریم میتونه ناحیه ورود مجدد باشه. اگه خاطرتون باشه ما در گذشته میومدیم توی تایم تریگر و دنبال ترسیم تریگر لاین بودیم، البته اینجا های لو سوینگی در واقع وجود نداره که ما تریگر لاین ترسیم کنیم، شاید در تایم پایین‌تر بتونیم این کار رو انجام بدیم و بعد از تاچ شدن این لول در صورتی که قیمت برمیگشت و تریگر لاین ما رو بریکوت میکرد ما اینجا وارد میشدیم، اما از این به بعد دیگه یواش یواش میخوایم بریم برای ست کردن اوردری که در یک ناحیه که وجود داره، مثلا در همین کندلی که الان اینجا وجود داره نهایتاً استاپلاس ما یک پپ زیر این سطح، وگه هم استاپ خورد فدای سرمون میشه، چون یک استاپلاسی تقریبا معادل 12-13 پپ و انتظاری که بازار میخواد برگرده و خودشو حداقل تا، البته طبق تحلیل دیلی ما که اصلا کلا میخواد سعودی بشه، اما حتی اونم در نظر نگیریم، فعلا بر اساس یک پیوت بخواد حرکت کنه 66 پپ ATR اینجا داریم و یک حرکت 64-5 پپ اینجا داریم، بنابراین یک ATR هم بخواد حرکت کنه تقریبا 50%ش میرسه به مراکز این سطح، به این شدوها و یک تریدی که ریسک به ریوارده 60
اونجام اینجام تقریبا 12 تا بود دیگه، حالا 10 تا بخوایم حساب کنیم 1 به 6. بنابراین در اون زمان ما ورودی که داشتیم تقریبا به این حالت بود که صبر میکردیم، انتظار در واقع بعضی وقتا هم تاق میشد و زودتر وارد میشدیم، ولی باید صبر میکردیم تا این صد شکسته میشد و وارد میشدیم. اون موقع یک لو سوینگی داشتی که برای استاپ در نظر گرفتیم شد. از این به بعد گره های معاملاتی پیدا میکنیم که زیر گره های معاملاتی میایم وارد میشیم و این گره های معاملاتی این دیدگاه هم به ما میدن که اگر این گره معاملاتی در واقع دیگه نباید توش نفوذ انجام بشه، یعنی بازار نباید بیاد تو این نفوذ کنه، اگر بیاد تو این نفوذ کنه اون موقع انتظار ما این هستش که بازار برگرده از یک لول بالاتر که تقریبا یک الگوی SO4 اینجا زده، یک حرکت شارپ و یک درایور اینجا زده توی این ناحیه برای این تایم، این هم یک گره معاملاتی و انتظار اون وقت این میشه که بازار از اینجا برگرده و بره از یک لول پایین‌تر. حالا انشالله در مورد همه این دیدگاه‌ها در آینده صحبت خواهیم کرد. بنابراین از این به بعد دنبال پیدا کردن نواحی هستیم که درش احتمال میدیم اوردر وجود داشته باشه، دیدگاه وجود داشته باشه و این حرکت شارپی که انجام شده باشه. به هر حال یه سری آدم جامانده، وامانده، خوابمانده که ترید نکردن بیان اینجا ترید کنن، حتی اگر این باشه که بخواد بیاد این صد شکسته هم بشه، به هر حال این پولبکی که داره، این دورخیزی که داره برای شکست میتونه به ما تارگت مناسب بده و بقیهش هم فری ریسک کنیم که انتظار داشته باشیم برای تارگت های 2 و تارگت های 3 بتونیم ازش استفاده کنیم. اما از اونجایی که این قسمت در واقع و این فایل 13 هم مقدمه ای هستش برای سطوح عرضه و تقاضا، من زیاد وارد جزئیات پیدا کردن نواحی عرضه و تقاضا نمیشم و فقط به عنوان مثال خدمت شما و یادآوری عرض کنم که ما 2 الگو کاملا شناخته شده برای مباحث عرضه و تقاضا داریم، یکی رالی و اون درجا زدنی که بیس میشه و ریزشی که دراپ هستش و الگوی معکوس، یعنی یک حرکت نزولی، یک دراپ، یک بیس و یک حرکت صعودی. این یکی از الگوهای ما هستش و الگوهایی هستش که معمولا زمانی که قیمت به یک سطحی میرسه و بهش واکنش نشون میده و بر میگرده و حالا پیوت میسازه و الگوی شارپ رفت و برگشتی هستش. و فرق این با اون پرشین گلفی که گفتیم، اینجا دیگه طول حرکت معادل لانگ بار نیست و این خودش یک لگ حرکتیه، یعنی حداقل 3 برابر یا اون 2/14 که صحبت کردیم 3 برابر طول ATR در اون تایم فریم حرکت داره که برای ما جزی از اون شرط های لگ های حرکتی محسوب میشه و مومنتوم بازار و شتاب حرکت و نداشتن نویز ها. حالا شما هر چقدر این تعداد کندل های معکوس و نویزی که داشته باشید میتونید بیاید مثلا یه فرمولی بنویسید که 50 کندل 4 تاش نویز، قدرتش چقدر میشه، مثلا 20 تاش نویز، 5 تاش در جهت و بازار رو میتونید بیاید از نظر سی پی بودن، از نظر لگ بودن فرموله کنید که به نظر من با چشم نگاه کردن خیلی راحت تر هستش و میشه به راحتی در موردش تصمیم گرفت. بنابراین این یکی از الگوها. و الگوی دوم که معمولا برای شکست ها اتفاق میفته، یعنی شما زمانی که سطحی دارید و قیمت میاد و سطح شما رو برکوت میکنه، یک برگشت داره، یک درجا زدن داره، یعنی یک الگوی که الان اینجا یک الگوی ریزشی، یک الگوی دراپ و بیس و دراپ. و معمولا اون حرکت هایی که دراپ اول ما حرکت کوتاه‌تر هستش، برای ما حالا به تجربه نشون داده که حرکت بهتری هستش و انشالله در مورد این مبحث هم در واقع یکی از الگوها، اون الگوی دیگه هم که حرکت رالی و شکست و درجا زدن، بیس و رالی، معمولا بعد از این برای برگشت های اتفاق میفته و این هم برای شکست های اتفاق میفته که در مورد اینا کاملا صحبت میکنیم. و اون چیزی که مهم هستش این تصویرم که دوستان قدیمی
حتما به خاطر دارن. در مورد پیدا کردن لول هاشون حتما صحبت خواهیم کرد و during the upper line and on the. خب این در واقع حالا اون قسمت کلاستر لول، در واقع لول های مشترک بین حالا های ها، لو ها، اوپن کلوز ها، و حتما بیشتر در مورد این دو الگو، این یک الگو و اونم الگوی دیگه صحبت میکنیم. ضمن این که حالا شکست پول بک، باز مجدداً رسیدیم به آقای سم سیدن، سافلای اندرمن اگزمپل، و مثال های خیلی خیلی زیادی توی این فایل هستش که توی اون گروه آرشیو ها میتونید در واقع برید دانلود کنید و حداقل مثلا نگاه کردن به همین سطوح خودش میتونه ایده بده، خودش میتونه برای ما یک حرکتی که در واقع میخواد در آینده اتفاق بیفته دیدگاه بده و بتونیم ازش استفاده کنیم. ولی انشالله در مورد همه اینها به ریز در قسمت‌های بعدی صحبت خواهیم کرد. در این قسمت من فکر میکنم کافی باشه و برای جمع‌بندی داشتیم این که بعضی از سبک‌ها و بعضی از دیدگاه‌ها برای پیدا کردن یک ناحیه عرضه حرکت صعودی رو در نظر میگیرن و بعد از این حرکت صعودی آخرین کندل صعودی که دارن میان از اوپن کندل تا های کندل به عنوان ناحیه در واقع محسوب میشه که انتظار دارن که بازار وقتی بهش رسید واکنش نشون بده، جز ناحیه هایی که جز نواحی در واقع ساپلایی که از حرکت سعودی گرفته میشه. بعضیا ترکیب این دوتا رو لحاظ میکنن که حرکت سعودی باید همراه با حرکت شارپ نزولی باشه، یعنی یک حرکت رالی بیس دراپ باشه. بعضیا اعتقادی ندارن که حتما باید حرکت قبل رالی باشه، یعنی یک حرکت نزولی رو میان علامت گذاری میکنن و ابتدا و منشأ حرکت نزولی براشون مهمه به عنوان در واقع وجود یک سطح، نه اینکه خاتمه یک حرکت صعودی. این که حالا فعلا دارم فقط برای سطح ریزشی و سطح ساپلای صحبت میکنم، داریم اینجا رو مثال میزنیم. و اما خب شما خودتون حتما بهتر میدونید. ببینید یک ناحیه که از قبل وجود داشته، پیوتی که تشکیل شده، ریتن تو پیوتی که بوده، برگشتی که اومده به سطح ریتن تو پیوت انجام شده و کندل لانگ ریزشی که در واقع کندلی که جزء کندل های پیوتی ما بود و مرکز 50% مهم بود، گفتیم یک بار مصرفه و دیده بشه در دفعه بعد مارکت حتما ازش عبور میکنه. این عبور کردن نمیتونه در واقع داله بر این باشه که این بازار فعلا میخواد بره و ازش رد بشه. به هر حال هر حرکت شارپی یک ریزش داره و این نوع اولش بود. و نوع دومه در واقع ببین، یک نوع حرکت صعودی، یک نوع منشأ حرکت نزولی. و یکی دیگه از اون شرط هایی که بود گفتیم اگه یک گره معاملاتی در یک حرکتی وجود داشته باشه، حرکت شارپ، اینگلف شدن اون حرکت میتونه سطحی که در اون بالا به ما میده جزء سطوح ما باشه. ما از این تکنیک برای پیوت های ما، پیوت هایی که در واقع از قبل بود، پیوت های خودمون هم استفاده میکنیم. پیوت های جزء پیوت های ریورس ما محسوب میشن که سطح پیش رو رو اینگلف کنن و اون موقع هستش که ما روی سطح FTC برنامه ترید در واقع داریم و جزء ستاپ های ما میشه. اون نوع پیوت هایی که میان و اولین گره معاملاتی رو تاچ میکنن جزء گره هایی که ببخشید جزء پیوت هایی محسوب میشن که میتونن. انقدر تونتون صحبت کردم دیگه، هم نفسم بند اومد و همین که فکر میکنم کم کم هنگ کردم و ساعت یه چیزی هلوهوش 10 شب. خب فکر میکنم تاثیر گشنگی هم هستش، به بزرگواری خودتون ببخشید. و این هم یکی دیگه از موارد بود. و مورد آخرم این بود که خیلی ها در واقع شکسته شدن یک خط روند رو میان و جزء شرط هایی میذارن که اگه یک سطح عرضه و تقاضایی وجود داشته باشه باید بیاد خط روند پیش رو رو بشکنه، چون اون مومنتوم باید این قدرت رو داشته باشه تا از یک خط روند رد بشه. و این هم جزی از شرط ها لحاظ میکنه. انشالله در ادامه مباحث ما بیشتر تمرکز میکنیم روی فعلا دو الگوی
رالی بیس رالی و معکوسش و رالی بیس رالی و معکوسش و رالی بیس دراب و معکوسش، در واقع این دوتا الگو که در مجموع چهار تا الگو میشن و به ریز در موردشون صحبت خواهیم کرد، در مورد کپسان پرس صحبت میکنیم و در مورد شکست ها مجددن با یک گویش و یک دیدگاه دیگه و نظر دیگه، در واقع میام در مورد اکسپ برکوت ها صحبت میکنیم، لانگ بار ها، و سعی میکنیم که دنبال نواحی باشیم به عنوان نواحی گره های معاملاتی. مثلا به عنوان مثال اگه ما دو تا حرکت لانگ بار پشت سر هم داشته باشیم، پاس دادن این کندل به اون کندل برای ما جزء FL ها محسوب میشه. اینایی که من دارم اینجا اشاره میکنم همه اینها رو ما در گروه در موردش صحبت کردیم، در کانال در موردشون بحث میکنیم و به سوال های دوستان جواب میدیم. یاد اون استاد فیزیک افتادم، توی صدا و سیما میاد و یه دونه مسئله حل میکنه، بعدم میگه توی سی دی های ما هستش. منم یه همچین حالتی رو مثل که ظاهرا برای من بهینه شده تشریف اگر آوردید در خدمت شما هستیم و این FL و میتونه یک ناحیه‌ای باشه که شما تریدی داشته باشید با تقریبا مثلا 4 پپ استاپ و بازار میاد استاپ شما رو میزنه توش نفوذ میکنه و برمیگرده میره بالا، یعنی بای شما درست بوده ولی شما استاپ میخورید، هیچ اشکال نداره چون این نفوذ دیدگاه اینو به وجود میاره که بازار میخواد از یک لول بالاتر برگرده و بیاد پایین. موفق و مؤید باشید. شرمنده، خیلی امروز با عجله صحبت کردم و سعی کردم که وارد حاشیه هام نشم تا دوستان گله‌مند نباشن. موفق و مؤید باشید تا جلسه بعد که در مورد یکی از این دو الگو به اختصاص کامل صحبت خواهیم کرد. چی گفتم؟